گوش کنین، با پشتو، با دری، با انگلیسی، با ترکی، با چار پنج زبان، با عربی، با چار پنج زبان که یاد دارم گپ میگم، اینمی گپ از یادم هم اینمی یادم سای که واضح گفته، گفته مخکنه افغان چارواک، مخکنه افغان چارواک، سیاستمداران، بزرگان، زورمندان، قدرت دولت قبلی افغانستان پا خبرو او پا جگره که ناکام بود، هم در میدان سخن و هم در میدان جنگ ناکام بود. اگر طرفدار جمهوریت هستی ترم گفته، اگر طرفدار شخص هستی ترم گفته، اگر به نام جمهوریت یک ثانیه گپ زدی هم تره گفته. این خوشرویش است، این خوشرویش است. آمریکاست، آمریکاست. پدرتم سرش انتقاد کردن نمیتونه. از قانون دموکراسی میتونی پیشتر خان صاحب آمریکاست خودش میفهمه، من آمریکا نیستم، ای بهتر میفهمه از ما تو کده قانون جانی بهتر میفهمه، چون دم قانون غرب کلان شده زندگی کده، درس خونده یا کار کده، اینا بهتر میفهمه. ولی اینه میاد مستقیم توهین کده، مستقیم توهین کده. روزش میرسه تو خود قانون دموکراسی اجازه داری که چی کنی، انتقاد بکنی، اجازه داری که عریضه کنی، بگی عریضه بکن. اگر غیرت داری، اگر مرد هستی، طالب و جمهوریت بان اینی مکمل جمهوریت توهین کده، برو سر شریزه کن. اگر بیخ تازنی می خود آمریکا نکند، اینی ریش نه جای ریش. اگر قصه تا مفت نکند، دیگه کار که نکنه ده ده سال اسناد برد نمیده. اینمی مستقیم پلان است سرتان. چی فایده خود بند میکنه ده ای کارا؟ حداقل پاسپورت که آمریکا رو داری، آیدی کارت آمریکا رو داری، میخزی کابل می، افغانستان می، تا بالا خانه قوم خشت میبینی، پس میری طرف کارت. چرا بر خود سخت میکنی، مشکل جور میکنی؟ امی ما اطوره با سیاست چی غرست؟ ما خود سیاست گپ نمیزنم. دمی سه سال یک کلمه ما گپ سیاسی نزدیم. سیاسی کسی که بگه که حداقل در یک جای باشه. من مثلا جانی رو بگم، جانی بدر، ماش امارات میخوری یا ماش جمهوریت هم میخوردی؟ بیاین حال جواب بده بر مردم. یا ماش از امارات میخوری، چرا مکتب وابسته است؟ که جانی بگه او برادر خان، یعنی آدم راست میگه، نمیکنم کار، این نظام کار نمیکنم، مردم از ما سوال میکنه، من جواب ندارم. ما خب به صفت یک افغان مشکلات وطن میگیم، از درد وطن گپ میزنیم. اما شما بیخی دخیل ساختین خدا، شما بیخی دخیل ساختین. یک دانه ویدیوش برآمده بود، ولک پایم در افغانستان برسه یک دانه بچه مجاهد نمیمانم. بچه مجاهد ببینی ای تو ببرشیر، ببرشیر نرفت ایج، من نام ممیت نباشه، ما بچه مجاهد زندانه میمانم. بیا در ایجا لایف سه نفرانه، ایجا لایف هر کس یه مهمان نیست، یه کلگی میزوان است، تو رو بالا آورده نمیتونم به خاطر که لایف هر کس از خود لایف داره. ایجا دا لایف مهمان چیز نیست که یک نفر دیگر دعوت کرده باشه، ایجا هر کس از لایف خود آمده. تعصب کی میکنه بچه ها؟ بی سواد از کی زیاد است از بچه ها؟ بی ادب و بی تربیه در کدام طبقه است؟ در طبقه مردا جنگی و اختاری در کدام باز؟ کاش که جنگی و اختاری که بگیم میزنم بیاید پیشید، میزنم گوز، فقط گوز زده میرن دیگه چیزی. نه خود تو نمیری، حال اگر آترس برات میده میگه آترس سر کوین دو کش تو رفتی تا بله. او قدر پیزادار به قرآن اگر باشم جانی که ما 34 ولایت افغانستان پشت پشت از یا بگردیم که بیا مرده هم لط کنم و هم ما بریم پیششان خوزد. اگر هستی خواهر دمی افغانستان خود رسم دیم بیان دیم افغانستان. نه خواه آمده نمیتانه تو برو سر کوین دو کش اونجا ندیدی که مارشال بیادر پشت اونجا نان میخورن، بیشتر اکشه نماندم اونجا منتظرت هست، اونجا منتظرت هست. اگر خب مگم یک چیز دیگر هم میگم، یک چیز دیگر هم میگم دوستا نه، هم دوستا رو میگم هم مخالفین هم درست چهار تا دوست رفیق کولابی ها رو ایرقم یک تانه میتونم. کولابی ها در وطن تان استم، در وطن تان، در وطن تان آمدیم، در ولایت های تان میگردم، در وطن تان میگردم، نان وطن تان هم میخورم، در وطن تان میگردم. بیانه اینی تانه دیگه، اگر تو اگر غیرت داشته باشی باید خود بکشی. وطن از توست، من مهاجر هستم از عربستان آمدیم، در وطن تان میگردم. امید تو از کی را سوال میکنی که اگر غیرت دارین؟ از کس سوال میکنی که رهبرشان تخت خواب زنش در یوتیوب نشر شد؟ از کسی سوال میکنی که غیرت داری شامپوی نسبه زن خود در امام اعلان که علاقت خودش گریخت؟ از کسی سوال میکنی که غیرت داری که ازارش طالب کشید
گریخته امروز دکنه تیاره خود اوزان که در اروپا و بعد در آمریکا پناه برده؟ از کی غیرت تو سوال میکنی؟ غیرت مولی باشه که آدم بگه اینه غیرت آمدی از بزار آمریکا بزار آمریکا بزار انگلیس بزار کل دنیا تو چی میکنی؟ تو شو با قرآن در تصویر هستیم بعضی که پارا گفتنش خوب نیستک بر روز مبادا اینا نگاه کردن سرصداشان کل دنیا را گرفته غیرتشان که ما شیر هستیم پلنگ هستیم شما شیر پلنگ ایقا خوشم میاد که باز امور تکرار کنم شما که قدر شیر پلنگ میبودین زدنیشان کاکیشان غیرتیشان نشته کده باز وقتش میرسن طرف خان باز وقتش میرسن چوکولابی وقتی چی میرسه تو فیلنم چو بکش که پیش رفت رئیس باز وقتش میرسه نه تا وقتش میرسه خوب تا وقتش میرسه شاید المسیح از المسیح مار المسیح شاید پیر شوه او وقت که باز وقتش برسه که من نباشم در دنیا که باز بیخی کلو کره زمین اتفاق بکنی باش که یک فکایی میگه یک خرگوش که در شیر بیادر گفت باید تو بدلک میزنیم شیر گفت اول ما خرگوش گفت اول ما این شیر که فکر کرد که برو از خرگوش بیادر چیگه کرد بان که کار خود انجام بده بعد از اون ما چیگه سای زیره میکشیم خرگوش بالاش کار خود که انجام داد گریخت که شیر بسیار زور داد شیر از زور داد رفت اما تو بیادر پشوریش یک خر آمد خر گفت همی خرگوش نایدی گفت یک دفعه میتی که برد بگویم گفت آه ای را گرفت یک ای از بس که سر خرگوش گفت داشت در خر داد پیش در پلنگ آمد در کل حیوانات جنگل که داد خرگوش آخر که پیدا کرد دیگه او عادتی شده بود آلان طرف بیادر باز وقتش میرسه وقتش که رسید خب بیادر برای شده که وقتش برسه گفتمش که چی بگی یار اینی دیگه آخرین قدرت تان است در یک جنگ اول از تکنیک استفاده میشه ایج گپ در مرمی نمیرسه باز دوم در مرمی باز کمک سلا سخیله میشه راکت و پیکا و داشکه و امتو بالا باز هوایی باز زمینی باز توب و تانک میرسه باز از او هم که نشد دیگه هم آخرین زور اتم میزنی یا سلای کلانترین سلای تا میزنی از شما دیگه نمی آخرین سلای تان است قوی ترین سلای تان نمیست خاندان تا ننه تا مادر تا خلاص سابق که بود ما میاییم انقریب میاییم امی احمد مسود دمی ششما چرا چپ پسیر صدایش نمی بره کجا هست امی جوان اتا محمد نور دوستم خلیلی کرزی دیگه عبدالله دیگه چرا چپ هستن صدایشان نمی بره حالا اون مردم از شرم رفتن چپ خدا گرفتن حالا تو چرا باید در منعرف شما میگینه خود چپ هستن شرم از سلیل عالم شدن به مضمون مانده ما مدوا چی کار دارم ما به مضمون نمیمانم من یک دانه بز دارم 24 ساعت بز چرانی میگنم در وقت من به مضمون بانم ببینم مضمون دیگه نداشته باشم بز چرانی میگنم بز میارم میچرانم این طرف و طرف این طرف و طرف نه چوپان هستم چوپان ما چرا به مضمون بان باش که پیام دارم بر احمد مسعود احمد مسعود سبا پنشیر روان هستیم اگه دلای فستی سبا در بازارک اندیوالا همونجا هستن بچه همونجا کلگی میریم در بازارک منقلا میبریم یک خوب یک کباب بز میزنیم با اجازت احمد جان کباب بز میزنیم دمی خود بازارک دیگه کباب نمیخوریم گوشت جان تو را میخوریم با اجازت فهیم خو مردی بچه های فهیم هم میگم بچه های فهیم او احمدک بچه فهیم بچه بسم الله خان در بازارک میرم کباب خوردن کباب بز اینا بخیر دو روز باد اگر زدنیستن سی رو پا پرتن که شما رو شریک بتم دمی کباب بشینیم بخوریم اگر بدماشی میکنین پدرت نمیتونه بدماشی کنه خاندانت نمیتونه بدماشی کنه خاندانت نمیتونه که می امی 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 بگه که از کجا هستی در بازارک کباب خوردن میریم سی رو پا پرتن نوشابه و گلاس گلاس یک بار مصرف شه بیارین باز خیر است ما خوغان هستم در دل کلان داریم کباب سرمام گلاس یک بار مصرف کردی فانتایش از شما مگه فهیم بر مسعود گفته بود که
مسعود بیانم تر از گفته بود فهیم جان من فانتا خوردهیم سیر استم در فانتا سیر شده بود نفر نکه بچه بمی چیز آمر صاحب تبخیم نکن آه ای نه دیگه تانه دیگه از دیگه تانه بالا چی بودم از دیگه تانه بالا چی بودم چی رقم برتان بگویم میرم چکر میرم وطنم از خاکم از زمین خریده منم اونجا ما چیز کنم امید یک برم یک جای اوپاشی میکنم افغان مسلمانان ده هیله لرم ده خواهش لرم چی در خپل اوسنی نظام سره ودرېږي قسم په خدا زینه طالب یم او ځینې کسان د طالب لابیګر وایي نه لابیګر یم نه طالب یم خو حداقل د کوم امنیت نه چې اوس زه ګټه پورته کوم د دغه امنیت نه د دغه کابل نه د دغه افغانستان نه ټول هغه افغانان چې خارج کې دي قسم په خدای هر شی ډېره په ښه ډول روان دي که هغه تجارت ده که بزنس ده ځینې کسان دلته راځي وایي دغه دي اقتصاد ضعیف دي اقتصاد کله زموږ جوړ و په جمهوریت کې زموږ اقتصاد جوړ و کله زموږ اقتصاد جوړ و تا ته پیدا کړمه د ډاکټر نجیب د وخت ویډیو همدا اوس ما سره بل ټلیفون دلته پراته دي چې د ډاکټر نجیب د وخت نه ویډیو چې د کوم کسان چې ډاکټر نجیب نظام ډېر دغه کوي د ډاکټر نجیب نظام تا ته ویډیو پیدا کړمه چې یو ښځه په یو فابریکه کې کار کوي اوه سوه افغاني معاش لري وایي په دغه اوه سوه زما هېڅ نه کېږي هیڅ شی هم ولاکه وشي کوپون هم لرم د کور کرایه هم ورکوم هر شی ورکوم خو بیا هم پسمانه کیږم وایي راضي یم رضایت لرم خو اوس هم همدلته وایي چې موږ رضایت لرو ته د یو سوالګر نه هم پوښتنه وکړه وایي راضي یم رضایت لرم نو اقتصاد که زموږ خراب دي یا ضعیف دي په ډاډه وایم ټول افغانانو ته چې اوسنی نظام اقتصاد په اقتصاد باندې کار کوي خو بنیادي کار کوي که مثلا لس کاله بعد شل کاله بعد څلوېښت کاله بعد که د اوسنۍ مشران خدای تر قیامت دوی ژوندی ولري که اوسنۍ مشران وي که نه وي خو زموږ اقتصاد پر ځای وي دوی داسې کار کوي یو موضوع او بله موضوع دوی میډیا والا نه دي مخکې په جمهوریت کې داسې یو موضوع و یک شفاخانه را افتتاح میکردن بیست نفر میرفت فیتی از قیچی میکرد آجی جمعه گل می رفت و غلام قدوس، غلام فتا، غلام نبی، انوار دنگر، عباس، قیوم کلگی می رفت فیتر مکم می گرفت که توی رو بگی قیچی که چی گپ است اینجا یک سرک جور میکنیم آل مردم کل افغانستان جور میکنه به قرآن اگر معلوم شد که میره کدام مولوی افتتاح کرد کی رفت کی نرفت یک آجی صاحب ملا برادر است که ای طرف برو او طرف برو از این ولایت به ولایت از این ولایت به ولایت ما کمی مولوی صاحب برادر که من میشناسم تا جایی که ما دیدیم امی بزرگ خب به خدا 6 ساعت در 24 ساعت 6 ساعت استراحت نمیکنه 6 ساعت یا 7 ساعت آدم استراحت نمیکنه دیگه مکمل آدم در سفر است و هیچ سفر از این به دستاورد نیست هیچ سفرش هم به دستاورد نیست سالنگ برین سعی کنین چی جور کده سرکای سالنگ سعی کنه سرکای سالنگ مکمل کنکریت های سیخی سیخ تیر کده دیگه هرات غزنی قندار بیا همین یک نفر بر ما بگه که من فلانی ولایت هستم دولت ما کار انا ما قسم میخورم 82 نفر در زیر لایف هستن 82 نفر از کدام ولایت هستی که دولت تا می فلان کار جریان نداره بگو پنشیر هستی در پنشیر کار جریان داره قنداری سی در قندار کار جریان داره یا سرک جور میشه یا شفخانه جور میشه یا پانتون جور میشه بالاخره یک کار بنیادی هست از پکتیا سی در پکتیا زرمت کسایی که زرمت رفتن ما نرفتیم قصای زرمت شنیدیم سرکای زرمت پای برق کش کردن لاینای برق کش کردن در سرکای زرمت اینمی سیستم از دیگه برادر قند دولت غیر رسمی هست یک تعداد مردم منوز پشت سر دولت گپ میزنه یک خارجی آدم گله نداره افغانای خود ما همی فعلا یک تعداد افغانای مبازد دولت کمپاین کده میرن دولت غیر رسمی است هزار یک مشکل در داخل افغانستان است به جای اینکه پشت دولت است چه ما نام نمیگیریم که کسی خفه نشه از پیش ما یک تعداد دوستای نزدیک ما دین شب لایف آمده بود میگفتم لابیگرای طالب در حالی که خودش هم 3 سال متواتر است که طالب گفته نفسش برآمد امی لابیگرای طالب کجاست که امی 260 شهیدی که ایرانی ها شهید کرده طالبایی را پذیرفته طالبایی را قبول کرده چرا امروز طالبان همه جواب پذیر نمیتن
طالبا وقتی که اونجا نفر روان کرد یا هیئت تعیین کرد که ایره باید بررسی بکنه، بررسی شد، اما 260 نفر دروغ است. من میالم میگم 260 نفر نیست، 260 نفر نیست. این کلش یک پلان بود، کلش یک هدف بود، کلش یک موضوع بود. جالب ده اینجاست که امون روزی که 260 نفر قصهش میبره، یک روز پیشش یا یک روز بعدش نماینده ایران آمده به افغانستان به خاطر بعضی قراردادها، به خاطر بعضی از موضوع بین دو کشور گپ میزدن، نمیفهم تجارت بود، بزنس بود، هر چیزی که بود. بعد از این کار از طرف پاکستان یا از طرف دشمن امارت اسلامی میشه که باش رابطه ایران و افغانستان خراب کنه. شاید 5 نفر افغان، شاید 4 نفر افغان بوده باشه در بین زو، اما 260 نفر افغان نیست. ما از تمام دوستان خواهش میکنم سرمه حساب نکنین. خب سرمه حساب نکنین. ما خودم شخصا تازه نمی امارت اسلامی کفر 100% رو نبینم، من طرفدار نمی نظام هستم. این 20 نفر و 50 نفر و 100 نفر و نیم افغانستانم که از بین بره، برای من از قلب من نمیقدر میبره که میگم خداوند رحمت کنه. تا کفر 100% رو من نبینم، من طرفدار نمی نظام هستم. سرمه به خاطر حساب نکنین. من نمیام، من بخلاف امارت هم در خارج جگه بزده، من در داخل افغانستان، ما به خلاف نمی نظام لایف نمیم. انتقاد فعلا دو انتقاد داشتم که حالا یک دمیروزا میبینم که خوب شده، میره بخیر. یک انتقاد اقتصادی بود که سر اقتصاد که مردم بیکار است، مردم بیروزگار است. یک مکتب دخترها، اینمی موضوع اقتصاد دیگه تا زنده باشم انتقاد نمیکنم، به خاطر که من میبینم مردم اینمی حال سرمایه گذاری که در رئیس تاجرا برآمده از افغانستان، تاجرا کلش پیسه های کلان کشید از افغانستان برآمده. همین مردمایی که در داخل افغانستان است، یا فامیلش یا بیادرش یا پدرش یا مادرش یا خواهرش در خارج است، یک 4 روپا 5 روپا پیسه برش روی میکنه، نمیجا یک دکان جور کرده، نمیجا یک موترشویی واس میکنه، نمیجا یک کار را بالاخره گرفته ده، اونمو کار 3 نفر 4 نفر دیگه مصروف است. 5000 اینمی رقم نفرها پیدا شوه، کاربار برای فامیل خود در افغانستان جور کنه، دیگه از بیکاری ما شما خلاص میشیم. گدگرا هم خود طالبان جمع میکنه، کل شب میبره با متریک میشه ماه 2000 یا ماه 3000 نظر بانم و پیسه که دولت برشان تعیین کرده اونمو پیسه رو برشان میده. ما سر اقتصاد افغانستان به خاطر انتقاد نمیکنم، اقتصاد افغانستان از امروز اول اینمی رقم خراب بود. اما یک انتقاد دارم مکتب دخترها، ایه انتقاد است، ایره ما دو نمیزنم، ما ای خاندان تا ای خوار تا ای زن تا ای فرزند تا چیگه پس مکتب بسته است. ای کار رو در زندگی نمیکنم. اگر تو توقع زیر داری که من مثل 4 دانه تامی، مثل 4 دانه گوداگی، مثل 4 دانه فراری، مثل 4 دانه بغاوتگر اگر من بیم ناموز گفته دو بزنم، نمیزنم. اگر تو ترس فکر میکنی، اگر چه ترس از خدا دارم، ترس از خدا دارم، نظام اسلامی است، مدرسه های دخترها باز شود، مکتب های دخترها باز شود، دختر هم خدا و قرآن و رسول بشناسه، هم تکنولوژی و کمپیوتر و طیاره و این موضوعات. این فکر خودم است. ایره طالبا قبول میکنه نمیکنه، این مفکوره ما است که یک دختر میتونه دکتر شود، یک دختر میتونه پیلوت شود، یک دختر میتونه موتر بسازه، کامپیوتر بسازه، تلفن بسازه، در تکنولوژی دسترسی پیدا کنه. انتقاد ما سر ازی است که مکتب های دخترها باز شود. من از این کده بالا انتقاد ندارم، به خاطر میفهمم. میفهمم که نظام بسیار به سرعت روان است، نام خدا بسیار خوب روان است، هیچ مشکل نداره. خانه دوستم چپا میکدن، ابو احمد افغانستان بودم، خانه دوستم چپا میکد، یک دانه نر نبود که استاد چه بگه. چرا 4 نفر یا 3 نفر، یک نفر داخل کرن میشینه، یک نفر دیگه میگه این قسمت چپا کن، این قسمت چپا کن، 2 نفر میره خانه مارشالت چپا میکنه. اینی را حاکمیت میگه. ما روزی نمیره که یک نظام داشتیم که حداقل یا خوب یا بد گپ نظام شنیده شود. طالبای می یک کارش خوشم میاد، 1000 کار خوب داره، خو مرم یک دریز از اینا بسیار زیاد خوشم میاد. افغانیزم سه بواله که مثلا یک کار طالبا خوشم میاد، مگه یک روز حکومت میکنیم ده، یک روز از اسلام هم یک قدم پس نمیریم، از افغانیت خودم یک قدم پس نمیریم، یک روز حکومت میکنیم چیزی که خود ما میخوایم حکومت میکنیم. اینی رقم نظام مزمته. سبار از دمی تاریخ مثل کسای کنین لوی ملا صاحب چقدر وقت پیش شهید شده. لوی ملا صاحب فکر کنم اسلام پال صاحب اشتباه نکنم 23-24 سال میشه از شهادتش. در طول رحمت الله علیه فوت چند سال تقریبا یک 12 سال پیش. در 12 سال پیش
آل رسای کنین د جمهوریت هم نامش به نیکی یاد میشد، آل هم نامش به نیکی یاد میشه، امیر رقم از ملا دادلا خداوند رحمتش کنه، امیر رقم از دیگه مولوی هایی که دمیرا از غیرتش، از مردانگیش، از کاکگیش به خاطر یک مسلمان سعی کنین که چند سال از داخل افغانستان چی روزایی را که ما ندیدیم، از غیرت، از غرور، از مردانگیش قبرش امروز سعی کنی قبر یک بچه در حالی که بچهش امروز وزیر دفاع است، در حالی که رهروانش، در حالی که دوستدارانش فعلا وزیر دفاع، وزیر داخله، وزیر خارجه، رئیس الوزراء، سر تا سر افغانستان حکومتش دریزش میچله، اما بر قبرش سعی که در زابل قبرش به خدا قسم است اونم اندازه قبر یک انسان اونم قدر جای گرفته، نه 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 مفشن است، نه کدام قصر داخل از ساخته، نه کدام بادیگارد، نه کدام پیردار، هر کس درای خود میره نموج استاد میشه برواش یک دعا میخونه، یک خیرات، یک صدقه میترای خود گرفته میره. اینی رقم نظام باشه که آدم بگه بیا در قن خود نظام اینی رو میگه. اگه نه گفتم بچه‌ش امروز وزیر دفاع است، قبرش کد طلا میتونه پوش کنه، قبرش کد زمرد و کد الماس میتونه پوش کنه، اونمو پدر اینمی رقم اولاد لباس پوشیدنش که سعی کنی امی مولای صاحب یعقوب امی خلیفه صاحب سراج الدین خانی را از نمی بوت پایش گرفته تا لنگی سرش که بزنی 5000 یا 10000 افغانی نمیشه. از ما دکتر عبدالله موتو 250 دلار جرابش بود، خودش به زبان خود گفته در تلویزیون تلوشیش گفت من 250 دلار تنها جرابم است. تو فکر کن از ما تو وزیر داخله و وزیر دفاع ما تو لباسایش که لنگیش هم اسپیشال باشه، بیخی امی لنگی مولای صاحب یعقوب اسپیشال اسپیشال، امی اسپیشالش 5000 افغانی است، 5000 لنگیش، 5000 هم کالایش بگی، بودش هم از او که لوکس نباشه 5000 بودش هم بگی، از پای تا فرق سرش 15000 20000 افغانی نمیشه. از ما و شما 200 دلار تنها جراب میپوشید. ما خیلی رقم نظام کار داریم، ما سر چی بهم انتقاد بکنم؟ وقت خودش مردم آمار زندگی میکنه، وقت خودش در بین مردم است، از دل مردم میایه، ما چی بیایم برازی بگم آ اگر کدام وزیر سیدان لنکروزه را کشیده، بچه کدام وزیر سیدان لنکروزه را کشیده، دخترش در پنتون کده دادان لنکروزه را میره باریگار در کده خود میگردنه، اون وقت میگم که بیدار قند از این نظام هم میشه. از یقل اگر در روی تصویر نگم، در دل نگم، در روی تصویر نگم، در دل خود میگم، از یقل لایف نمیم، از یقل راجع به این نظام گپ نمیزنم، گناهکار میشه، میگم اینجا مردم فریبی است، اون فریبی است، مردم فریبتی دیگه. هر چیز بسیار عالی پیش میره ان شاء الله رحمان، موضوع مکاتب میشه تا هم رسانی گفته نگفته تا ابد، امو پلان را که دارن، امو تصمیمی را که دارن، امو هدف را که دارن، با مو هدف خود برسن به خیر مکاتبم باز میشه. نمیکنم انتقاد نمیکنم، سر این نظام انتقاد نمیکنم، به خاطر اینکه گردن ما پیش خداوندم بسته میشه. در طول 20 سال جمهوریت 10 سال شخ طفل بودیم نمیفهمیدیم، 10 سال دیگر که کلان شدیم، نه از خدا، نه از قرآن، نه از رسول، از هیچ چیز آگاهی نداشتیم. دولت هم یک دولتی بود که مطلق دست نشانده، مطلق دست نشانده، جان کری می آمد گوش اردیش می گرفت، یک شمه گفته تو انگک، دیگه شمه گفت تو بنگک، سرصدای تو نبره که باز اردی تو نلنگ میکنم دیگه کسا میارم، آرام کلگی در جای خود میشیشت. رئیس جمهور ما را شانش گرفت، در قطار از کار خود استاد کرد، یک روز انتقاد نکدیم، یک روز لایف نامدیم، یک روز گپ نزدیم، اینترنت قوی هم بود وقت، آزادی هم بود، دموکراسی هم بود، هر چیز بود، یک روز انتقاد نکدیم. حالا من بهم سر طالب انتقاد کنم، سر کدام کار طالب انتقاد کنم؟ تو بیا برای من نشان بده اسلام شیعه و سنی را، تو ده اسلام برای من پشتون و هزاره را نشان بده، ده کجا اسلام گفته پشتون هستی تو، ده کجا اسلام گفته تو هزاره هستی؟ وقتی که گفته مسلمان ما فرق نمیکنه، برای من مسلمان در قدرت است، او مسلمان پشتون است، او مسلمان تاجک است، ایج نمیخوایم اما شمول، اما شمول نمی است دیگه، اما شمول از نظر من ایره میگه که قنداری باشه، لوگری باشه، پکتیاوال باشه، غزنیچی باشه، بغلانی باشه، مزاری باشه، پنجشیری باشه، از تمام ولایت‌ها باشه، این فعلا در نظام از تمام ولایت‌ها است. این رقم خو نمیشه تاجک و ازبک از این رکی کشیده بیا در قرن. خدا را میشناسی؟ بله الحمدلله بنده خدا هستیم، امت رسول الله هستیم، قرآن شریف قبول داری، باور داری، میخونی، دین اسلام قبول داری؟ بله. در کجا از این چی آمده پشتون و تاجک آمده؟ وقتی که نامده فرق نمیکنه برای من. شیخ صاحب هبت الله را خداوند عمر طولانی نصیب بکنه، از قندار است، مولوی صاحب برادر از قندار است، مولوی صاحب یعقوب از قندار است، خلیفه صاحب سراج الدین حقانی از پکتیا است،
این همی رقم دیگه بزرگا است، از بغلان است، از بدخشان است، از هر جای مجاهدین است، چی عسکر، چی سرباز، چی قماندان، چی مولای بلند رتبه. ما نمیکنم از ما کس توقع نداشته باشه به درقن. دولت است، حق متیم، دستش بند است، دستش تنگ است، یک ذره جیب خالی است، دنیا به رسمیت نمیشناسش، کده شرق و غرب امی فعلا زده و کنده روان است، از یک سو مشکلات ماجرین، از یک سو مشکلات امی ماجر را که تو امروز صدا میکنی، من کل گیره یاد نمیکنم دوستا عزیز که سرطان بد نخوره، همین ماجره که امروز میگن شما چرا دولت به خاطر این ماجرین صدای خود نمیکشه، همین ماجرین دمی ترکیه که رسید زن و فرزند گفته طالبا رو دعو میزنه، دین گفته، خدا گفته، رسول گفته می طالبا رو دعو میزنه. او روز یک ویدیو حسیب زوا کردیم در پیش وایت هاوس استاد است، میگه من یک جای را بر شما نشان میتم که بر طالبا هفته 40 میلیون دلار خیرات میده، وایت هاوس نشان میده در آمریکا. یک نفر نیست که برازی بگه برادر قن وایت هاوس تو هم خیرات داده اونم اونجا، تو هم تو خود ماجر هستی. هر کدامتان نمی فعلا هر کدامتان که در اروپا زندگی میکنین شما ماجر هستین، شما را پناه داده، شما در بغل کفر رفتین، پناه کفر گرفتین، شما را پناه داده. تو نمیتونی طالب منت بیتی ده 40 میلیون دلار، تو نمیتونی مثلا ملا و مولایی را تانه بیتی. هر کدام ما شما آمدیم در کشورهای اروپایی، کشورهای اروپایی بر ما پناه داده، تو میایی از کشور اروپایی، از کشور آمریکا طالب تانه میتی که هفته 40 میلیون دلار ما بر تو میتیم از تکس ما، خودت در حالی که بر کفر پناه بردی، خودت برای کافر پناه بردی، از اونجا میایی میگی که ولی طالب خوب است یا طالب بد است. یعنی چیزا را بیادرای عزیز، دوست عزیز، من میگم که سر کسی خوش میخوره، سر کسی اگر اشتباه میگم بیا بالا انتقاد که برادر قن. از نمی اکثر نمی کسایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادایی هستن کل تا کفر پناه داده. تو در پاسپورت سرخت نناز، تو در پاسپورت از این نناز که من پاسپورت جرمنی رو دارم، دیگه بگه من پاسپورت آمریکا رو دادم دارم، تو را پناه داده، کافر مطلق تو را پناه داده، تو به کافر پناه بردی. ای خب به این معنی نیست که تو بیایی بگی که والا ما زال شار هستیم، پدر شار هستیم و ما از خیرات ما، از تکس ما، از مالی ما طالبا را پیسه میده. او که کاکه زده نیستیم امو 9 میلیارد پیسه خود ما ریلا کن، پیسه خود ما ریلا نمیکنی، امو پیسه خود ما ریلا کن. باز تو چی خبر داری که 40 میلیون چی است؟ 20 سال اینجا ما را زدی کشتی 20 سال، تو چی میفهمی که طالب که در قرارداد در پشت تصویر چی گفته باشه؟ که ما خاطر مفت اعلان نمیکنم 20 سال بمبارد کردی، ده 20 سال بمبارد هفته اینقدر پیسہ میتی، خب به خاطر آبادی وطن، به خاطر پیشرفت وطن میتی، خب نمیتی. ما یک سرباز تا جور نمیمونم که داخل افغانستان برای هزار رقم گپ دیگه است. در سیاست کی میفهمه؟ در عزیز محترم ما پایین میشم. قبل از اینکه پایین شم، اول خو جنی جنی رو تا هم سلامون و نیک هلال تعالی دیو کسی رو روخ به ما یک کپ میتونم به می دوستا و می در کابل در سال 2007 نیستک خیلی شرایط دیگه داره که در اروپا میتونی که بینی شرایط میتونی که زندگی بکنی. من شخصا خودم از خودم شروع میکنم. ما در اروپا زمانی که آمدیم در قدیما مشکلات بوده، یکی که جان در خطر باشه، که وقتی که جان در خطر باشه جان نگه کردن میگه فرض است. بیادر حتی در وقتی که تو سرکشتن میبرند حتی دروغ میگی، که دروغ خودش گناه است، حرام است، ولی میتونی دروغ بگی که تو جان تنجات بدی. بعد از اوشم ما در اروپا آمدیم خدمت کردیم با خود فقط نه، با 1,800,000,000 مسلمان. ما آزاد هستم، ما خدمت بسیار بزرگ کردیم به اسلام. پس من نمایندگی از دیگر پناهندهایی که در اروپا هستن نمی کنم. من خودم جواب خودت دادم میتونم. گفت اینجا بود دنیا جستان، تو هیچ وقتی سر امارت اسلامی نقد کردی، انتقاد که ما چندین دفعه دیدیم خود سر امارات اسلامی انتقاد کردی، موضوع مکتب بوده و موضوع اینی مهاجرین بوده و موضوع چی، این انتقادا رو کردی، ما خودم هم انتقادا رو کردیم از امی افغانستان. گپ سر ازی نبود، گپ سر ازی بود که یک شخص خب بازو شخص 5 لک فالوور هم داره، فالووراش کلش دمو مفکر است. یک شخص در پیش قصر سفید آمریکا مگه دوست عزیز، یعنی قصر سفید است، از اینجا هفته 40 میلیون دلار بر آمریکا خیرات، برای طالبان خیرات میره، از پیسه تکس مالی ما خیرات میره.
در حالی که خودش میگوال وطن باز اسلام، از اسلام که در وطن و کشور او پیشتر میبینه، از کل چیز که او اول افغانیت و اول وطن پیش میبینه. به او خاطر ما گفتم که بیا در کن، خودت هم خود در امریکا پناهنده هستی، تو را کفر پناه داده، پناهنده کفر شدی، پناهنده کافر شدی، یک کافر تو را پناه داده و از اونجا تو میای ضد اسلام تبلیغ میکنی، ضد نظام اسلامی تبلیغ میکنی. این سر و نو مردم ها بود، سر از این نیست. حالا خوب آمین، موضوعی دا گرفتم. طرفی که در اروپا آمده ای فتوا را داده، در افغانستان به اندازه سرسوزن جانش در خطر نیست. رد میکنیم، رد میکنیم، به خاطر که از قیصری کده و از دیگر سیاسون کده و از دیگر نظامی ها کده، او بسیار مهم نیست که بیان پشت از او بگردن. یک موضوع شرایط جزئیات گفتیم که با کدام شرایط جزئیات میتونی در زندگی بکنی، و دومی که یک شخصی که خودش تو پناهنده گفتی، من گدایگر میگم، یک شخصی که خودش گدایگر است، پاسپورت کشورهای اروپایی در جیبش و دستش به گدایی اونمو مردم که وقتی که میایی تو در اینجا برای تو چیز نمیکنن، فراهم نمیکنن که بفرمایی اینی کار، اینی روزگار از اولی قفه دستت پیدا کن. نه، اونجا در سوسیال من دازنه ده که از پیسه دولت تو باید یک ذره از پیسه دولت بگیری تا که تو سرپای شوی و بتانی دوباره کار بکنی. پس بنابراین خود از یک گدایگر اروپایی است، خود به همچین اشخاصی که همچین گپ را میزنه باید پیشم وجدان خود یک کمک خجالت بکشه که چی میگه. و یک موضوع جداگانه از موضوع خودت، یک ویدیو را میپیشم سیاست برو زن دست خرابشی پدر ملد به ناموس دووس لچک لندگر اولاد سگ. حالا ما خب بیدر نسل کروش خو نیستیم، نسل شنگری خو نیستیم، نسل آتوسا خو نیستیم که ما بیدر از زن خود خبر نداشته باشیم. ما از کل چیز خود خبر داریم. ای شما هستین که بیادر تا دین روزه، تا که زمانی که قبل از اینکه امارت بیاد، چرا مخالفش هستین؟ به خاطر که در بکرام خوار مادرتان می بردین، در روز دلار چاپ میکردین. امروز ناراضی هستین به خاطر که در اروپا خوار مادرتان ارزش نداره. در اینجا تو شایعه است، در پشت ویترین است، سر طرف خوار مادر تو که سیل میکنه، بزنس از بین رفته بچیم، بزنس تا امارت از بین برد که خوار مادرت می بردی پیش آمریکایا. یادتون را پکولک تان در سرتان خوار مادرتان در داکسن چیز بالا میکردین، آمریکایی بالا میکردین، در دست پیسه میداد، یادتان رفت؟ خب بگذاریم. یک موضوع دیگه همین پیشتر جداگانه از موضوع خودت، کار بی ندارم که روابط چطور است یا نیست، در کل ما در عموم صحبت میکنم. جمیل قادری کده یک شخص بود به نام همو بیادر سباون، دیشب مثل که در لایف بودن، ما ویدیوش پیشتر دوید زدم. یک تعداد هستن که البته ویدیو آپلود کردیم، بازم ویدیو آپلود میکنم در همین صفحات اجتماعی، چیغ میزنن که حقوق زن، حقوق زن. و جمیل قادری از طرف سوال میکنن، میگه خودت نماینده حقوق زن هستی؟ طرف میگه بله. میگه لطف بکن خواهر محترم و همشیره ما را که از خانم خودت میشه، زن خودت، نامش بگو، کجا کار میکنه، چند ساله است. طرف مانده این رقمی سعید داره. بالاخره جواب دادن نمیتونه. خب جواب دادن نمیتونه. همه تعدادی که شما در صفات اجتماعی میین از حقوق زن دفاع میکنین، هر وقت که زنتان آوردین در پالیتان شاندین، خوارتان آوردین در پالیتان شاندین، مادرتان آوردین در پالیتان شاندین که مادرتان، خوارتان، زن مسعود، احمد زن خوار، احمد مسعود، زن فائق، زن فروتن، زن فلانی، زن سکندر یا زن خیلی کسای دیگه، وقتی که آوردین در پالیتان در لایف شاندین که از حقوق زن دفاع کرد، بازو وقت میتونین شما دفاع بکنین. زن خودتان قلف کردین، سر زن خودتان غیرت میکنین، بی‌ناموسا، باز میاین در صفات اجتماعی از حقوق زن دفاع میکنین؟ ها؟ بی‌ناموس طایفه، در نسلتان سگ شاشه کنه. بهترین این موضوع بسیار مهم بود که البته این موضوع را امروز من سر کار میرم، فردا هم سر کار هستم، من میفهمم که پنجشنبه شنبه، پنجشنبه جمعه شنبه من سر کار هستم میشه بعد از ظهر. فکر میکنم یک شنبه موضوع را من دوباره همین موضوع را میگیرم، همین موضوع را پیش میبرم، به خاطر که موضوع بسیار مهم است که در صفات اجتماعی اینقدر مردم پیدا شده که حقوق زن دفاع میکنن، اینقدر مردم پیدا شده که همین هر کسی را که در لایفش بری از حقوق زن گپ میزنه، سوال بکنه که همین زن خودت کجاست، همین خوار خودت کجاست، چرا در لایف در کنارت نیست، از همین احمد مسعود سوال بکنه کمی زنت کجاست.
مولید بشان، بعد از او از حقوق زن دفاع بکن. از همین کسایی که در صفات اجتماعی از حقوق زن دفاع میکنه، اول امو زن بیار در پالید بشان، بعد از او از حقوق زن دفاع بکن. من تون میگم که در فلان ننیتان سمسه ای خلا بزنه. ملنگشارا خوش آمدید میگم، زوراورم خوش آمدید میگم. زوراورا سلامونه درور سجی منه نجانی و رتان هم ملنگشارت هم شرخلص وی و زوراورا میربانی. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. عبدالی صاحب خیلی سیاد ده خدا. جانی ورورتا ملنگشا ورورتا خدای دیو که چی جوره ورور بسید. والا تسی ده چه پروپا که خو بات شتا دیتا سو خبرو سر منگا سلفی سادا معفیق یو. خو زه شخصا دیر هوادو تا تلای ما لکه ایران و پاکستان یعنی تاجیکستان و بل هوادو نا چیز لکه لیبانو دا یا لبنان دا بل هیوادو نا دی یعنی اغلط چیزو گورو ما چیو مسلمان ورور بل هیواد تا زی اجرات کهی اغلط غواری چی کاروبارو که اغا کم سخت کارو نا دی چی اغوی بانده کهی یعنی دی اسلامی حقوق نا اغوی ایس کم دغن نوری دید زیاد دغه دی چې مثال په عربستان کې ګورو چې د خدای کورم ده تنه چې هغه تیږي چې شیطان چې ولي 3 میلیارد په کال کې هغه نه هغوی بیرته مسلمانانو باندې خرڅوي خو بیا هم ګورو لکه فلسطین عراق افغانستان دا نور هیوادونه چې په اور کې سوځېدلي هغوی خپل عیاشي کولې بیا نور افغانان چې هغه هلته اوسېدل سونه سخت سخت کارونه ور باندې سونه ظلمونه ور باندې حتی فلمونه یې وتل خو بیا بل بورد کې چې ګورو په اروپا کې مثال یو مسلمان راځي کفر ته چې پناه راوړي و کفر کوم سهولتونه چې هغوی ته برابروي یعنی ډیر زیات ډیر دغه ده خو بیا هم موږ باید هیڅکله د کفر صفت ونو کو خو ډیر زیات یعنی مسلمانانو ته دلته ارشه ورته ور کړی یعنی جماعت ورته دروازه ورته خوشی کړای اسلام اس په پابندی ورته نشته اوس ګوره منګه الحمدلله مسلمانان یو خپل منظم کوو خپل کاروبار هم کوو و د خپل نظام دی دغه نه ازادي دی بیان دا جانی ورته وګوره د امارات اسلامي کلک طرفدار دا و دوی د اسلام مخالف دي خو اس کوم تر اوسه پورې کوم مشکل ورته جوړ شوی نه دا کوم ممانعت ورته تر اوسه پورې شوی نه ده دغه حساب باندې ګورو چې باید دغه ایران د ایران کې ما تر اوسه پورې نه ورته مې بد ویلي نه دغه بد مې ورته رسولی زه پایس یو مسلمان د مسلمان کور ته تلی یم هغه په کوم عق باندې ما مور ته کنځلې کوي ما ته پادرسګ او دا مادرغب دا خبرې راته کوي دا کوم دین کې دا کوم اسلام کې دا چې دوی دا خبرې کوي یا نه دا دوانی دي یعنی ځان خو دوی خو اسلام ځان ته مسلمانان وای دا یو بل خبره ده چې څوک چې د امارت اسلامي مخالفت کوي هغه ګوري هغه د خدای او رسول سره دښمنی ده یو دا چې امارت باندې یو نیوي کې دي یاو دا چې امارت باندې نیوي کې دي نظام باندې نیوي کې دي چې اسلام باندې نیوي کې وشي هغه د اسلام د دایره نه و بالکل مننه ژوندې اوسې زورور سي په لاد ژوندې لره ملنګ شو به در تاسو سلامونه ونې کې هلي چیرې وي خیر اخلي سلامونه سلامونه ونې کې هلي هغه سر تاته جنی به خود زورور اندیواله تاته سلامونه دوستای کده پاین استن به شما سلام برسه خدا کنه کنه تم خوب باشین صحبت را که جانی کرد ویدیو را ما هم دیدم جانی و بیاد اونمو صحبت های تقریبا یک یک کنیم ما پیش افتیدم که در لایف خودت همی صحبت ها شد یک دو دانه ویدیو هم سرش بالا کرده بودی و علیکم سلام مستر افغان خوش آمدی و این طبقه که آمدن حقوق زن میگن جانی اینا اونو طبقه مردم هستن که آزادی را بر زنای مردم میخواین و سهلش را بر خود. اینا ستاره افغان را بر زنای مردم میخواین و پشت تلویزیون ششتن و سهل کردنش را بر خود.
اینا هیچ وقت آماده از این نیستن که خانمای خود، خواهرای خود، مادرای خود روان کنند در برنامه ستاره افغان برشان بعض آزادی های دیگر بخواهند. حقوق زن، و علیکم سلام دوستان، حقوق زن به این معنا نیست که برادر او چیزی که در جمهوریت جریان داشت یا چیزی را که در سوشال میدیا بعض خانم‌ها و زن‌ها ما می‌بینیم. زن یعنی عزت، زن یعنی شرف، زن یعنی غیرت. زن یعنی اینه که برادر او را بگی در سوشال میدیا بشان که او رقص کنه و مردم برش دفت بزنه و بازو شد آزادی زن. و این طایفه که میاین که گپا را میزنن اینا که به این سیستم به زنای مردم آزادی میخواین و زنای خود را در خانه شاندن، اینا غیر بناموز چیز دیگه نیستن، به خاطر که شیشتن سیل زن مردم کنن دیگه، خو اینا کارو ندارن دیگه. چی بر زن تو چی حقوق میخوایی؟ زن چیزی که حقوق را خداوند برش داده صحیح برش باید برش داده شود. نگه برادر، اگر این مردم میخواین که زنای خودت رسوا و بیا با عالم بسازن، مردم با شرف و با عزتی چیزه نمیخواین. و اگر اول حقوق بر زنای خود بتن و باز بر زنای مردمی حقوق تقاضا کنن. در این قسمت و در قسمت که آمد پیشتر زوراور گفت که مخالفت نظام، ببینین مخالفت چند رقم است. یکی مخالف نظام میباشید میبینی 50% کارهایی میکنه که صحیح است، 50% هم ناسحی. مخالف شخصی که برادر کارهایی تا صحیح کن. یکی مخالف شخصی که میگی من بیخت را بیخی قبول ندارم و تا را من میدوانم و میایم خودم حکومت میکنم. مخالفت که برای اصلاح نظام باشه او خوب مخالفت است و باید هم باشه، و نظام که مخالف نداشت یعنی او نظام دیکتاتور است. و باز دکتاتوری را خو میفهمین که سیستمش باز طرف دیگه میره. و یکی کسایی هست که دمی سوشال میدیا ما و شما میبینیم در جغرافیه خو بعضی چیز از دستشان نمه که اینا از بیخ و بنیاد مخالف نظام هستن. اینا کسایی هستن که امو للو پنجو، یکی از نماینده های انمی مخالفین چیز احمدک است و یکی شامی سمی صادات. سمی صادات که در این روزا از ترامپ هم حمایت خود اعلان کرده. با این رقم آدم های لوده، با این رقم آدم هایی که یک دمب کم دارن، اینا را مخالف نظام هم حساب کردن من فکر کنم صحیح نباشن. اونمی کار این آدم که من دیدم که از ترامپ حمایت خود اعلان کرده بود، در صورت که من این آدم پاسپورت هم داره یا نداره خو هر گپ که هست. ما به یاد اونمو ویدیوی جنرال موبین انداختم که گواهی خود در کلاب داخل کرده بود گفت که ورزش کنین، و این کسایی که در این گپ از این خوش شده بود اینمی چهار دانه نظامی گفت که خودش فرار کرده بود، اونا برش خوب چکچکام میکنند در سوشال میدیا. اینمی طرفدارای همی آدم مثل اونمو گواه دیدم که هیت مغزشان کار نمیکنه که یعنی چی یادم چی میخواه بگویه، هیت برشان مهم نیست. و بعضی دوستا در این گپ جدی هم شده. مدینه شب هم یک دو لایف دیدم سر از این موضوع صحبت میکردن. ببینین دوستا، در می دست ترامپ یک دانه استوان است و او استوان به کلگی نشان داده راییست. به اروپا هم نشانش میده، به روسیا هم نشانش میده، به اوکراین هم نشانش میده، به عربستان هم نشانش میده. مگه این استوان با اونا را متپشت پشت خود میدوانه و داخل مملکت خود خو مردم ها تخر ساخته که داخل مکدونالدز استاد است ببینیش یا یک جای ببینیش. مردم هم بیکار خو میفهمین که ماشاءالله یک دم کن داره دیگه، متصاف و پاک چیستن، از اون مرکب های درازگوش هستن دیگه. مردم هم بیکار خود دوستا خودشان مطلع هستن که به کدام اندازه ماشاءالله در جایگاه رسیده گیستن. اون مردم خود خو گپ میته، این مردم بیرون از امریکا را که از این چیزا گپ میته. سمی صادات که اینی گپ گفته ای را برانمو چهار دانه لودگک که در چهار طرفش هست در مو دفترکش جمع میشه یا در دمی جایی که کنفرانس کنفرانس میگیره و جمعه را برش چک چک میکنه، به اونا گفته اونا را سر خود جمع کرده بتانه و برای اونا نشان بده که ما این ما مارام هستیم، ما مارا کجا میریم. اونا تر یک سلسله گپ هست که باز اونا را اگر در جنگ اوکراین روان کرد که باز اونا را یگان استفاده دیگه کرد، اونم گزفندا باشه و بیادر چوپانش. که این رقم مردم که سرکار ما باشه، که این رقم مردم که وقت چهار طرف خود ببینیم بیخی ایران میمونیم که یعنی چی؟
و این کسانی که طرفدارش هستن هنوز هم برش خوش هستن و چکچک برش میکنن، به اینا ایران بانی که برادر، تا به کی؟ تا به کی قصادگی؟ ای که تحقیر و توهین میکد به رئیس جمهور و به بعض کسای دیگه و در کنفرانس ها و یک بچه را خوار مادر گفته دو زدو خو سر جایش، ولی به این اندازه و چکچک یک تعداد که میبینم برش، ای که خود نشان میده که نمام هستم یک شنگ بولانی هستم خو صحیح است. او را خو ما مینه گفتیم که برو بیادر تا یک آدم خستی که صدای تا کشیدی و از ترامپ اعلان حمایت کردی و قصدای تا یک جای میرسه، ولی که به حد و اندازه بر از او احساساتی میشین و دقیق کرده در زمین ها میزنین که اینه رئیس جمهور آینده ما که گردن هم نداره نکتایی در پیشانی خود بسته میکنه، باز اینجا حماقت به حساب میاد. دگه اونمو دمو پشتو ما یک متن داریم میگه اونمو مسجد کنه و اونمو تراوی کنه، اونمو قصص، اونمو قصص. فقط هر کس اینجا میشینه تا روز که گپش میچنه گپ خود میچنه، وقت از گپش از گپ ماند باز از نالش خود خودم میچرانه و باز کیت نشد باز قرار در یک جای میشینه و آخر هم بیدر تبدیل به خان و میر و ملک و از این چیزا میشن. قصه از اینا از کلش مفت است. با این نظام اگه میخواین مخالفت کنین بیدر برین داخل وطن دونمون جکتش مخالفت کنین. و یک موضوع دیگر هم بگویم، من یک ویدیو هم سرش بالا کرده بودم دوستان، یک هفته پیش یک جمهوری دیگه هم اعلان شد، حکومت در تبید به نام ازارستان سر از او کودتا کردن دینه شد و یک هفتهش پوره نشده بود سر از او کودتا کردن سقوط کرد. دوستا بد رقم زدنک است. از تمام جناها خواهش میکنم که دخیل شوند در این موضوع و بین شانسل هر بیارن که بیچارا در این خارج 4-5 نفر که هستن یکی دیگر زده از بین نبرن. تشکر دوستا. لنگشای عزیز جور باشه، می حکومت ما چطور میشه؟ هیچ کس رای گیری نکد، بخی یک رقم چیز ثبت نام نکد، یک رقم مایست. آه جانی، من برات کامنت دادم، گفتم یا مرا رئیس جمهور هستم یا در لایفت میایم جنگ کردن، توی کامنت مرا ریپلی ندادی، ما قار کردیم مال فعلا. ندیدم، لنگشای عزیز از خود مزرقایی میکنم. یکی خیلی دوستا کامنت داده بودن و ما اونا عسکر و عامر اوزا و دیگه خواسته بودن، ما جنرال و پایین نداریم. ملنگشاه عزیز هر کس که هست مارشال یا جنرال از گپا با بابالا اثر جنرال منرال بکا نمیگیرم، من خودم رئیس جمهور هستم، اگه قبولم داری یا نه، اگه نه جانی جنگ شروع است لایف فیگی که ما بیایم. غیرت مرگ شهادت ولا تاسو خو سپ پنجابیان غوندې راته ښکاري که یوه قربان موسم راغلی دي، موږ وطن هم راته اشغال که در بدر هم که پوسې موږ هم ترې راوستړلو، اوس دلته په کمپ کې پراته یو پوسې باور هم وسه چې په ژوند هم راباندې جهان هم کړی ده. تاسو تنکزای د عبدالی صاحب محترم است تنکزای خو پیژنئ؟ ټویټر والا څنګه یې؟ چېرته یې؟ لوګروال صاحب محترم جوړې والا یم، زه وطن کې یم قربان پوس، انټرنیټ هم سم کار نه کوي پوس بیا. د عبدالی صاحب هلته تر سره نږدې پروت دی او چېرته واسطه مسته یې سده بندي ده، هم هلته ما ورسره لکه مرسته وکړه. څه شي وکړه؟ دغه یم بندي کړه یې. بندي زیاد سوکر نه پیدا کم چرا خوش نه کی خایو چرا کار دی دی آقا سایلاش نه کرنه کولی لوگر والا نوشی جاندیسی نوشی جاندیسی نوشی جاندیسی. خیر به هر حال ګورې، زه به یو شی درته وایم که دا خلک چې راځي باور دي اوسه. عبدالی صاحب ببین، د چیز اینه مردم کې میاد به خدای اینه تکلیف رواني پیدا کړه. ما د یک جای زندگی میکنم، د وجه کې ما سم فامیلی تقریبا 27 28 نفر د محل کار ما د وجه هستن، د 28 نفر دو نفر کاتما جور نیستن و خدا را شکر امی 28 نفر زینه زورش میکشن نه کاری کده میتونه، ولی یک کلمه مو تو چیز بگویه خودش هم میپام، خودش روی هوا هستن، اینا زورش نه در بیرون نه در داخل. و یک چیزی من میگم، خب با گوشای باز 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 بشنوید، در اینمی امارت اسلامی که خدای نخواسته هیچ کسی دیگه ایم نباشه، به تعداد شمار 5 نفر انگشت شمار
که زنده باشد ده هزار سال دیگه نمیخواب نبینی که دوباره مو جمهوریت چور چپاول صد رقم دزدی بیاد، در هیچ خوابش هم نبینی هزار سال دیگه. ببین وقتی که اینمی پروپاگاندا از بیرون اینمی کارای شد من جاپیان خویی یقین خدای هم غرق نکده پلندی و کمنت می چیز عبدالله سب وقتی که نظام ایران نی خیلی سالا بسیار ایران خودی؟ پاکستان کم خواهد دی در پنجاب؟ بلا پاکستان خواهد دی کم خواهد دی اول چی تاجکستان خواهد دی؟ حالا تا خیلی لج دموکراسی معلومی جی لج نخواهد سلفی سر دموکراسی دی اول چی پنجاب خواهد دی؟ شه سرون کیسه؟ آقا انداز فکر هم عبدالله سمطره ما در یو نیم نفر سو در علم نلری آقا خپل خبری آقا پا لغات بانده برابر ای کنه کلا کلا در دازه با دسته که ما یه تاور می کنیم و آقا داز خبرو تا که در لایفوت سو ورزم آل تاور تقرار ناس مخوان تی آخل ما بیا چی شوی و منگ جمهوریت خوارو بیا داد ورور سر آخل و محکی ویلی بیا دا غکره نکیی سی اشرف خانی دا سی سی و کرزای دا سی سی خود تاسو سوک منلی خود سی نی منی خوام دا خود منگم چره وخوا خلکو سی دا خک خلق نو نو سی بیا دا پلوغات که بیا و قرآن بیا رواخلی بیا وی وی دا نظامم تکفیر دا دا وصنای نظام امارتم تکفیری خای دوی خبر تنن دا ورغلی مغای او دا ندا امان نورستانه دا تور بیرقوالا ندا دا یو چر تا تلی و د خراسانیان منس که ناس مچا مسود وای مرتد ده ده خو نمانی ایستوک نمانی اول تم طول خراسانیان ما ولزه زان تا ده کار رو کوتا یا رس ده ده خلکو سی ده لغات ورو ما ایکونه پیرا خلاس کرده دوم ره ورده باو سمسه سره والا د سومالیا مسلمانان هم شاید این دار مسلمانان دی لکه در سرون کسی در سرون کسی در سومالیا دی و در وقت کردن ماشاءالله شایسته پشتو خزیر دی دو سوم همداری سب کجاستی و تن استی؟ ابو عبیده فضل الله تعالی روان کیو و دماغ پلار روانیو دا نور دا نور دا په نظام کس راغلی دی تر وصله که دا گوره دا دی لوگروال دا د جنرال مبینو دا کسان دا خلق دی دوی سره موږ جوړیږو نه بس سومالیا والا دی الله تعالی پی زور کی آمین لوګروال صاحب وو په شایسته کابل جان کې ماشاءالله را در لوګر ته نه راځي چې د سام یو ګرځو ملوړو زور و چکر و یو خوا بل خوا کوم لات کې لوګروال خو لوګر کې ده کنه نه هغه څه خو زه هم غرمې کوم همېشه راځم دلته راځم کابل کې راځم هلته ورته موږ دغه نه لرو جایداد لرو خو داسې کور نه لرو هلته ژوند نه کوو فامیل ټول هم دغه کابل کې دي داسې یو کار به وکړو راځم هلته لوګر خوا ته هم راځم لوګر ته راځم خو په یو شرط همداسې زه یو پکتیا ته پکتیا خوا ته ځم پکتیا خوست وسوې لیک به پسې که داسې لیک ته تکړه شي بالاخره داسې لیک به دې اخواتم دې خواته واخواتم لږ واړوم پوهسې بعضې ملګري شته پوه شوې زه ورې طبیعت دلته ده لایف د دې چې درته معلومات ده هغه خلک لیک تحریم دي که نه بعضې ملګري دي وایي وایي زه کار دې خواته راځه هلته کوم مشکل نشته انشاءالله انشا پورې بوځو هلته به یو چکر ووهي خو په پکتیا کې خو مشکل نه لرم خوست خوا ته خو باید یو ترجمان پیدا کړم ځان ته ځکه چې زموږ د خوستیان داسې غږیږي چې په یو ټیک هم زما سر نه خلاصیږي پوهېږم چې پښتو وایي خو داسې پښتو وایي چې ترجمان ته ضرورت لرم زه سرونکی صاحب خوست لهجه سره کوم لهجه ده خوستوال غای د مونږ هم سای خیل دی پوه شوې غمونږ د غوښه به سره یو رقم درک څه زمونږ هلته کیښي ده ښه په خوست ولایت کې تڼه یم ولسوالۍ تڼه یم یاره عبدالله صاحب محترم هلته زه خپله ورغلی یم دا تڼه یم هلته زمونږ کیښي ده نو څه ورغلو هلته ورته کېناستو په دا هره خبره کې به مونږ داسې احساس کوو چې دوی مونږ ته کنځا کوي یو ملګری
الله تعالی دې بس دې زه به ور جوړې کیا دې مونږ ته دومره علم راکړي چې دې په خبره پوه شو. خو دا هر خبره کې به داسې ښکارېده مونږ وې دې مونږ ته کنځاکي. نه بالکل بالکل، دلته یو څو خوستي دغه لرو، دوستان لرو، خو عجیبه دوی لهجه لري، زما سره خو په اسانۍ نه خلاصېږي. منصور مې درته کوي پوه نه شوم جګر. ښه لوګروال صاحب، وال صاحب څنګه څه وخت ورغلی وطن ته؟ څومره وخت پاتې کیږي؟ زه زه خو نور یم همدلته، قربان دی سم پوه شي. همدلته به چېرته د کومې وره مرمه ما ونیسم پوه شي، خپله شپني به کوم. ماشاءالله ماشاءالله، خدای ما ته همدا توفیق ورکړي. زه خو شپون یم اوس سرنک صاحب، پنځلس ورځ مخکې همدلته وم اسلام پال صاحب، پنځلس ورځ مخکې همدلته وم، بیا یو لس ورځ دغې ته لاړم چین ته. یو دوه ورځ کېږي چې چین نه راغلی یم، دوه درې ورځ کېږي. یو هفته نور هم، یو هفته نه، یو لس ورځ، پنځلس ورځ، ځکه چې غواړم هرات خوا ته لاړ شم. هلته د ټاپي پروژه او د فایبر نوري دغه موضوع ډېر ګرمه روان ده په هرات، وایي ډېره په چټک کار روان دي. د هغه ځایونه یو څه ویډیو کوم، لایف راځم که مشران اجازه ورکی، که اجازه ولرم زه هلته ویډیو کوم، گزارش جوړوم، هم تصویری هم صوتی. بس غزنی یو چکر ځم، غزنی ته ځم. اوس لوګروال صاحب خو دلته پیدا سو، که پیسې را سره پاتې سو، که خرچې را سره پاتې سو، لوګر او دغې ته هم ځم، پکتیا ته ځم. بس همدغه پلان لرم سرم کې صاحب، که ژوند و ودا مونږ خو درته وایو عبدالی صاحب محترمه، ګوره هغه د هر چېرته ځي ډیپورټی دی. مونږ خو دومره خبر یو چې تېر له ترکیې نه ډیپورت کړی، بیا اماراتو ته لاړې، غیج نه ډیپورت شوې، چین نه ډیپورت شوې، افغانستان ته لاړې، هلته هم بندي شوی. هغه د وروره بس اوس دلته راغلی، لایف دې نیولی ده. نو خیر ده، ګوره راسه بېرته، اوس هم دې دې د مقاومت جبهې سره ملاتړ وکړه. مقاومت جبه سره ودرېږم که بابا پیدا کوم ځان ته. بابا هم خوښ نشته، بابا هم غلی ناست دی. ولاړ نه د مقاومت نه نوم بیا دلته راشه. د مقاومت جبه نه، د مقاومت دغه جبهات نه خلیزاد، خلیزاد هم دیتا دیر بد خبری کردی. خلیزاد ویلی دی چه ساران جمهوریت هم در میدان گفتگو و هم در میدان جنگ در اردو میدان باختن. در خطول جمهوریت تکنزا کرده در سو کو لایف رسم پی. یار عبدالی صاحب محترمه، دا خوی تاسو خپل کړنی دی، مونږ خو دا سی حساب تا سی تم پښتون را تخکاره، دا قوم پرسته د پاره تاسو راغلی دې نظام نه ملاتړ کوي. دا یو نظام جوړ کړي چې هغلته پنځوس پنځوس حکومتونه وي، هلته بس د دې انسانانو هغه حقوق پکې شامل دي، د حیواناتو حقوق، بشري حقوق، زنی، د کمیسیونونه جوړ سي د حقوق بشر. همدلته بس داسې شیان ته بس رایه ورکوي. تاسو راغلي یاستئ اسلامي عمارت پسې درېدلي یاستئ، غیر الاسلام نه دوی دوی تا ته څه راوړي؟ نه رښتیا هم همداسې ده. موږ باید یو دغه بل نظام جوړ کړو، یو بل نظام جوړ کړو، او د دغه ځای نه نه کړي چې د افغانستان هېڅ امکان نه لري. اسلام پال صاحب، موږ ته جنجال مه جوړوه. دغه کوو، زم قطر ته ځم، بیرته چې قطر ته لاړم هلته یو نظام جوړوم، او ځان ته ولسمشر ټاکم. خیر دی که دغه نه لري، که امکان نه لري، کوشش به وکړو. یک نفر د پانه شته که د تر سره ببین
والا راست میگی بیادر قن، بسیار گپ دقیق، گپ بسیار بجای زدی. ترس کس بیادر مرگ است، ترس میخوریم، چون نظامی است که از قانون یک سر سوزن پای تا پس بکشی، یک چکر دوزه میمان میشی. و علیکم السلام دوستایی که جدید آمدین، خوش آمدین. والا نظام کمیر یکم هم نباشه دوستا، مزنم اتا یو خبره میدم ترونی والا ده یو نیو نفر دیدی خبری آقا کفر دیمونگ مشران و علمان ثابت کرده دادا مرتدل او دادا مخالفین و علمان نمونگ هم دا کلا کلا او رو معتدل اسلام، یعنی دا معتدل اسلام چیشته وی نپیگو سیغی که با دا نیم قرآن نمانی او نیم به منی معتدل اسلام، یعنی نپیگو سی دا معتدل اسلام یعنی دا پا مانا سیغلا دی پا که حلال ای، یعنی معتدل اسلام ولی دی پا مانا باندی زب هم نپیگو ما لوگاروال صاحب محترم جوان غیرت او عبدالی صاحب که دی مانا ما تاو که دا معتدل اسلام چیشته وی استارون که ورور از زم دشک بخن او از غوړم عبدالی صاحب زم دشک روانم ګورې زب یو شای درته ویم کنه اسلام دی ټو کور څوک چیرته ځان ته حقیقي مسلمان وای کنه هغه اسلامي او شرعي قوانین باید عملی کې په ځان باندې لغنه چې یو زره سرغړونو کې باید شرع به جاری سي خلاص لدین یو خواته دی خواته زره چې لاړ سي باید د شرع حکم په تا باندې جاری سي هغه کې حتی دیو دیو چا وروري پلاری زوی معتدل معتدل په دې کې نه معتدل څه رقم آیا د اسلام اپډیټ شو اسلام اپډیټ کیږي نه اسلام یو اسلام ده په ډېرې بخنې سره زه دلته لږ کار لرم وروسته انشاءالله که ژوند راځم عبدالی صاحب ما ته څه خدمت امر کولی شي ټولو دوستانو ته ښه وخت مور الله پاک مو سرلوړی لري ښه وخت کوچای صاحب وعلیکم السلام منصور جان وعلیکم السلام دوستانو ټولو ته سلام ورسیږي او اسلام پاس متدل اسلام اغه د بغاوت جبې کوم دغه چې وو کوم شیخ چې وو شیخ نو یا نو وایو کوم پټکی والا چې وو د بغاوت جبې اغه کابلی په نوم اغه ویل دي چې د جبهې تصمیم د جبهې هدف او د نه 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 قاریسا نه یادوم بل یادوم هغه ویلي وو چې که څوک منځ کوي یا نه کوي اسلام متدل درته وایي که څوک منځ کوي یا نه کوي دولت باید کار ونه لري کورنۍ باید کار ونه لري که څوک ټوکړې په سر کوي که نه کوي نه باید نظام کار ولري دلته خو بیا امر بالمعروف نقد شو مولوی کابلی وو دلته خو بیا امر بالمعروف موږ خو په اسلام هم په اهل تشیع مذهب هم په اهل سنت مذهب د امر بالمعروف لرو موږ که ته شیعه که ته سنی امر بالمعروف په دغه دوه مذهبونه شته مونځ شته روژه شته زکات هر شی چې اسلام ویلی دی موږ لرو نو چې ته دلته راځې دلته د اسلام متدل خبرې کوي چې اسلام متدل په دې باندې که ته د ثواب کار کوي که نه کوي که ته ګناه کوي نه کوي هغه تا ته مربوط کیږي خو دا خو دیموکراسي شو دا خو اسلام متدل نه دی دا دیموکراسي دی اوس امریکایان مسلمانان لرو موږ په امریکا کې دي اصلي امریکایي دي د 50 کاله د سل کاله مخ نه هغه مسلمان دي د 200 کاله نه هغه مسلمان دي شکلک مسلمانان دي دا خو نه شو چې ته راځې دلته مسلمان یوازې افغانان مسلمان نه دي چې موږ وایو موږ افغانان مسلمان یو نور نړۍ مسلمان نه لري مسلمان ډېر دی په نړۍ خو د ځینې کسان چې راځي میګم اسلام متدل اسلام متدل به این معنا که تو اگه نماز میخوانی نمیخوانی چادر خانم چادر میپوشه نمیپوشه حجاب میکنه نمیکنه این مربوط به خودش میشه این خود دموکراسی شد این اسلام متدل نشد ولی یک چیز دیگر هم برتون بگم یکان تو مگه دین از سیاست جدا بکنین از ما سیاست ما اینمی دین است انم خود سیاست از سیاست مسلمان ها از دین گرفته شده ما در مجازات داریم ما رکل ورکل داریم در چی در دین اسلام ما تجارت داریم در دین اسلام
ما تکنولوژی داریم در دین اسلام، ما هر چیزی که بخوای ما در دین اسلام داریم. یگان تو میگه سیاست باید از دین جدا شود، نه، سیاست ما اینمی اسلام است، اینمی دین ما است. از روی دین خود هم سیاست میکنیم، هم روزگار خود پیش میبریم، هم تجارت میکنیم، هم معامله میکنیم، هر کار از روی اینمی دین میشه. این گپ هر کسی که تال دیو، ما خودم دیو فکر بودم، من همیشه میگفتم سیاست باید از دین جدا شود، ولی وقتی که کمک زر معلومات اسلامی تو داشته باشی، معلومات دینی زیاد شود. من نمیگم معلومات دینی دارم یا معلومات اسلامی دارم، از برکت خیرات سر امی نظام فعلی که آمده که کدک چهار تا دوست رفیق تا بالا میشه، میشینیم گپ میزنیم سوال جو. حالا مثلا تو پیش یک مولوی طالب، پیش یک شیخ صاحب شیشتا نمیتونی او سوال را که تو داخل لایف میکنی از او کدا نمیتونی، یا به او رسیده نمیتونی، یا پیش از او را دیده نمیتونی. اما کدمی طبقه پان، کدمی طبقه سرباز یا مجاهده که زیاد در شوکی های بالا نیست، کدشان که میشینی یک چهار تا سوال جواب میکنی به خنده و به مذاق و به شوخی، سوال تو را وقتی دقیق سوال تو را جواب میتونی، تو خودت میفهمی که قانون ما همی دین است، سیاست ما دین است، قانون ما، تجارت ما، هر چیز ما از روی نمی دین میشه. همی فعلا در تمام دنیا، در تمام دنیا تحقیقات کردن، بهترین تجارت، تجارت اسلامی است. بهترین تجارت در دنیا تجارت اسلامی است. خیلی کشورها پیش میبره، از روی اسلام پیش میبره، مسلمان نیستن اما از روی اسلام کپی کرده. حتی امی یک نمیفهم در کدام چی است، در کدام منطقه یا در کدام کشور یا در کدام قاره هست، دو رقم او است، هیچ وقت کده که دیگه گت نمیخوره. یک طرف او خط است، یک طرف او صاف است. این امی در قرآن آمده، این در قرآن ذکر شده، تکنولوژی در قرآن ذکر شده، دندان برس کردن است و مسواک است، هر چیزی که است از قرآن گرفتن. متاسفانه بدبختانه ما و شما میایم اینجا، دو چیز یادتون باشه، دو چیز. یکی در موضوع سیاسی زن پیش نکنین، در موضوع سیاست زن طایفه را پیش نکنین. یکی در موضوع سیاست هیچ وقت از دین سوء استفاده نباید شوه، از دین نباید سوء استفاده شوه و از خانم نباید سوء استفاده شوه. فعلا 20 سال آل اگر طالبان میگه یا امارت اسلامی میگه ما وطن از اشغال آمریکایی خلاص کردیم، راست میگه، ای گپ راست است. ولی اگر امارت میگه که ذهن از اشغال خلاص شده، ای گپ اشتباه است. خیلی مردم ها ذهنهایش هنوز هم اشغال است. همین فعلا اگر در یک لایف از خدا و قرآن و رسول گپ زده شوه، 5 نفر نیست، در یک لایف که موزیک باشه و رقص و بازی باشه و گفت بازی باشه، 4 تا دختر یخن لچ سر لچ لایف آمده باشه، 600 نفر، 700 نفر، 1000 نفر در لایف جمع است. نه، اینمی چی هستی؟ کلش تاثیرات اینمی است که ما و شما ذهن ما اشغال است. و یکی دوم دیگه ای که از زن میاین میگه که زن چادر بپوشه یا نپوشه، مربوط به خودش میشه. ما یک اسلام مدرن میخواییم، ما یک اسلام متدل میخواییم. دختر اگر چادر بپوشه نپوشه، این دخترکای خانوما که از ذهنهایش هنوز اشغال است، اما گپ ما قبول میکنه. ولی میگه اینی اگر رئیس جمهور شد بسیار خوب است در ما اگر چادر بپوشیم یا نپوشیم مشکل نداره. در حالی که پدرای اینمی اشخاصی که گپ میزنه، پدرایشان 70,000 کابلی را در یک روز کشت، به شهادت رساند. کابل که تا امروز سر پای خود استاد نمیشه، تاثیرات راکت و باروت اونمو مردم است، تاثیرات اونمو مردم است. به اونو دلیل امروز میانی نانی گپارو میزنن.